از اینکه من و نور با همی مجبور نیستم به تو حساب پس بدم. به دخترم چی؟ این حساب به دخترم میدی؟ ببین خاله، اجلال واقعا حق داشت که با ما عروسی نکرد. از روزی که در مورد من و نور همه چی رو فهمیدینم خوب میدونست که من اونو دوست دارم. من وقتی با عقل و منطق نه با احساسات تصمیم گرفتم، اون عادی رفتار کرد. من ازش خیلی ممنونم، ولی کاش با اجلال میتونستم واضح حرف بزنم. کاش میتونستم بگم که تو قلب من جایی واسهش نیست خاله. خوبه، حداقل این دفعه دیوونه نشدی که دنیای دخترمو خراب کنی. من فکر نمیکنم اجلال احمق باشه، این بی عدالتیه، ولی در مورد مرد بهش اعتماد ندارم. با هم خون سرد رفتار میکنه، ولی میدونم که دید مرتو نسبت به نور عوض کرده. اجلال مرتو دشمن نور کرداره؟ آه چقدر بده. چه انتظاری داشتی زنی رو که پدرش رو ازش گرفته تاج سرش میکرداره؟ آی این کار عجیب و کی میتونه بکنه؟ خاله من نمیخوام پسرم زنی رو که دوست دارم ازش نفرت داشته باشه. کجای این عجیبه ها؟ کجای این عجیبه؟ گوش کن، الان میخوام همه چیزو بهت بگم خاله. البته توقعم ندارم که درکم کنی. خاله تو از اول همه چیزو میدونستی. از اول میدونستی که من نور رو دوست دارم. این که نور منو از اجلال نگرفت، نه قبل از نور و نه بعد از نور، میدونی که قلب من به خاطر اجلال نمیتپه. و اینم میدونی که نور صادقانه منو دوست داره. تو دیگه ازم چی میخوای خاله؟ توف تو صورت اون مارس یا با دوست داشتنش؟ نمیخوام بیشتر از این با حرف بزنم و خودمو خسته کنم. من و نور حرف زدیم و به تفاهم رسیدیم. تا وقتی که مدرسه مر تموم میشه هیچ کاری نمیکنیم. چه حساسیت باور نکردنی. من میدونم که اجلال تا تعطیل شدن مرد بهش آسیب میزنه. من چیزی نمیگم خاله، ولی حتما اینو بهش میگم که تو زندگیم چه جایگاهی داره خاله. خدا ازت راضی باشه. کاش اینطوری نمیشد. کاش به این نقطه نمیرسیدیم. کاش میتونستم با اجلال درست و حسابی حرف بزنم. کاش به خاطر خوبی مرد مجبور نبودم این موضوع رو ازش مخفی کنم.